اندازه خود شماها دوستان عزیز گل من، اگر تو کنکور موفق بشین که شما زحمت کشیدین، بقیه چیکارن؟ اگر شکست بخورید اول از پدر مادرشون تقصیر شما هاست، بعد تقصیر مشاوره، بعد تقصیر استاد هاست، بعد تقصیر دره، تقصیر دیواره و و و. معمولا اینطور هست. اسناد یا ممنونم علیرضا جان، قربونت برم. اوکی بچه ها، اما فرد برای موفقیت در هر کاری باید به عوامل مقابل توجه کنه. خیلی مهم بودا، اگر کار تحت کنترل خودت باشه خیلی خوبه، درسته؟ بتونه با تلاش موانع رو برداره، پیروزی یا شکست رو یک عامل درونی مانند تلاش نسبت بده، نه عامل بیرونی. و آقا جان یادتون باشه ما هر اتفاقی در زندگیمون میفته اول خودمون مسئولیم. عزیزم خودت مسئولی، شکست خوردی خودت مسئولی، موفق شدی خودت مسئولی، بقیه کاتالیزورن، بقیه تسریع کنندن، بقیه کمکن، درسته؟ اینو باور کنی. آخه بچه ما ایرانی ها اینجوری هستیم دیگه، تو خیابون داری راه میری یهو پات میخوره لبه یک سنگی، اه لعنت به این شهر داری، لعنت به این مملکت، هر چی میگه چیم دست این، ای بابا پای خودت خود به اون صندلیه، درسته؟ خیلی مواقع بچه طرف درس نخونده واسه امتحان نهایی، کمپین را انداختن، کمپین ظلم و جور علیه دانش آموزا. خب نامصب، اینکه خودت نخوندی چی؟ اون میخواد امتحان حضوری بگه داستانه؟ به صورت به قول دوستان میگه از ماست که بر ماست. بله خب فهمیدیم بچه چی شد، بریم جلوتر. خب یکی دیگه از عوامل مؤثر درماندگی آموخته شده. آخ 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 که چقدر من در شماها یه همچین چیزی رو میبینم. اول نگاه کن حالتی که فرد به این باور میرسد که هیچ کاری در جهت تغییر موقعیت ناگوارش از دستش بر نمیاد. من میدونم نمیشه، نتونستم، حس میکنم نمیتونم، آقا هرچی میخونم جواب نمیده، هر کاری میکنم درست نمیشه این قضیه، هر کاری میکنم این رابطه درست نمیشه، هر کاری میکنم ماشینم درست نمیشه، هر کاری میکنم این کوف درست نمیشه. این باور غلط رو بهش میگن درماندگی رفته تو خوردت، حس میکنی نمیشه. طرف دو تا آزمون آزمایشی رو خراب میکنه، من خب هیچی نمیشم. بابا لامصب، تو دو سال درس میخونی، خوبم داری میخونی، حالا آزمون آزمایشیه، خرابم کردی یه دلیل داشته دیگه. نه نه من موفق، هر چی میخونم فایده نداره، هر چی میخونم اصلا بیخودیه. خیلی از شما متاسفانه دچار درماندگی آموخته شده میشید. حالا بچه دقت بفرمایید، مثلا درس بخونم نخونم که قبول نمیشم، دارو بخورم نخورم سردم خوب نمیشه، به خودم برسم نرسم زشتم. خانم ها به خودم برسم نرسم زشتم. ها بسیاری از ناتوانی های ما به دلیل یادگیری است، نه اینکه واقعا نمیتونیم، یعنی باور میکنیم که نمیتونیم و کنترلی بر محیط خود نداریم و برای تغییر دادن شرایط نمیتونیم کاری انجام بدیم. در نتیجه انگیزه عمل در ما به وجود نمیاد، تلاشی هم نمیکنیم. آقا میتونی انجامش بدی یا باور داری نمیتونی، درمانده میشی، درماندگی آموخته شده رفته تو خوردت. خیلی خوب، وقتی افرادی به تکلیفی مشغول میشن یا کاری انجام میدهن انتظار داره نتیجه ببینه، طرف یه کاری رو میکنه دوست داره نتیجه ببینه، وقتی نبینه نتیجه دو گروه داریم آدم، اونهایی که نتیجه نمیبینن تلاش بیشتر میکنن نتیجه نمیبینن، باور میکنن نمیتونن. این باور کردن نتونستن خیلی داستان وجود داره. آره هدا جان. خب پس میگه وقتی افرادی به تکلیفی مشغول میشن یه کاری انجام میدهن انتظار دارن نتیجه خوبی از اون کار بگیرن، یعنی بین کار خودشون نتیجه دوستان رابطه درست برقرار بشه، یعنی اگه تلاشش اینجاست نتیجه هم باید اینجا باشه. این رابطه ایجاد نشه، یعنی هر دو با هم بالا نیاد، دچار درماندگی آموخته شده میشیم، یعنی یاد گرفتن که ناتوان هستن، پیامدها هیچ ربطی به تلاششون نداره، یعنی هر کاری بکنن نتیجه هم نمیگیرن. مثلا یک صدای دزگیری هست مرتب سر صدا میکنه، شما یه بار دکمه از یه خاموش، دو بار از یه خاموش یه بیخیالش میشین، درستش هم نمیکنی، فشار دادن دکمه، قطع نشدن صدا و ادامه دادن صدای اون، دارو خوردی سرت خوب نمیشه، دستکاری خودرو ماشین روشن نمیشه، خوندن درس نتیجه نمیگیری، اینها باعث درماندگی آموخته شده میشود.
بازم زهرا جان تو راهی پیدا کردی واسش. خیلی خوب، اگر بین رفتار کار و رفتار خود و پیامدهای آن رابطه نبینیم، دست از اون کار میکشیم. بگذاریم، انسان ها با وجود توانایی ها میآموزند که ناتوانند. هم که میآموزین که ناتوانی، یعنی چه؟ ناتوانی آموخته شده یا همون درماندگی آموخته شده. بگذاریم نتیجه حالت درماندگی آموخته